بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، محصلات عزيز في درس هفته سوم هست یا هفته چهارم هست؟ هفته سوم قبلا ثبت شد و به خدمت به اداره تسلیم کرده شد. این درسم خدمتتان ثبت میکنم. باز بعد از باز شما و با صنف ذکور یکسان میشین و باز از او برنامه ای رکسپ میکنم. هر دو تایم میتونیم یا هر دو صنف میتونم استفاده بکنم. فعلا درس مخصوص نسوان هست. الفصل الاول کتب الطبقات. المبحث الاول تعریف الطبقه مع بیان نشأة علم الطبقات و فائده معرفته. قبلا ما شما در مقدمه یا درس قبلی خواندیم که بعد از ظهور علم رجال که او در نتیجه بعضی ضرورت ها علم رجال به میان آمد، بعد از اینکه به شکل شفاهی یکی از دیگر نقل میکردن در هر دور، این علم بعد از اینکه به میان آمد و اولین تعلیفی که در این علم صورت گرفت زیر عنوان التاریخ که یکی از ابن سعد بود، یکی از لیث ابن سعد بود و دیگهش امام ذهبی گفت ولید ابن مسلم کتاب داره و یک کتاب دیگه بود. و بعد از این ما شما در ارتباط کتب رجال که در مقدمه خواندیم که علما تحت عناوین مختلف پیرامون علم رجال تعلیفات داشتن که ما اولین عنوان کتب الطبقات بود که ما شما در صفحه 32 خواندیم که کتب الطبقات هی التي شملت طبقات الصحابه والتابعين وتابعيهم وتبعهم. اینی منظور از کتب الطبقات این می کتابا هست که او در برگیرنده طبقات اصحاب و طبقات تابعین و تابعی تابعین و بالاخره تبع و اتباع تابعین. الان در این فصل اول زیر عنوان کتب الطبقات و مبحث اول اینی گپاره و یا اینی موضوعات ما شما میخوانیم. یکی تعریف طبقه هست، بعد از او نشأت و پیدایش علم طبقات و فایده شناخت طبقات راویا هست. در تعریف طبقه به شکل خلاص اول باید شما بفهمیم که طبقه، طبقه یا ماده تو طبقه، این ماده در لغت چندین معنا داره. از جمله معانی از این مثلا به معنای القوم المتشابهون میاد. القوم المتشابهون یا الجماعه من الناس يعدلون جماعه مثلهم. این طبقه از تطابق گرفته شده، تطابق به معنای تشابه. پس طبقه معنا القوم المتشابهون یعنی کسایی که اونا شباهت دارن با گروه دیگری. در چه شباهت دارن؟ پس آن باز در مفهوم اصطلاحش می آید که یا در سن و اسناد، سن و سن یعنی تقریبا همشان در یک عمر قرار دارن و همچنان در اسناد به این معنا که همه ایشان مثلا از یک در روایت از این شیوخ شریک هستند، که از این شیوخ مثلی که این راوی ها روایت میکنن و راوی های دیگه هم روایت میکنن. پس اینا همگی در استفاده و یا روایت از شیوخ مشابهت دارن، پس اینا یک طبقه شدن. این معنای اول طبقه بود که القوم المتشابهون یا الجماعه من الناس يعدلون جماعه مثلهم. و در این صورت طبقه از تطابق گرفته شده و تطابق به معنای تساوی هست. معنای دوم طبقه هست الجیل بعد الجیل. این معناها در این کتاب شکل مشخص نیست، ما خلاص رو پیش میکنم باز میریم به کتاب. جیل بعد الجیل ما شما دور میگیم. انسان مثلا در این ماستری ها شما دور هفتم هستید، قبل از شما دور شش بوده، قبل از شما دور پنج بوده. به شکل جیل و بعد الجیل یعنی یک دوره بعد از دوره دیگه. و مثلا میگیم این پانزه چهار دوره، پنج دوره، ده دوره، سی دوره فراغت داده، این دوره را گفته میشه. و معنای دیگه ای طبقه به معنای مرتبه هست. طبقات الناس یعنی مراتب هم، چون مردم همه یکسان نیستن، بعضشان نسبت به بعضی افضل و بهتر هستن،
به او اساس مثلا صحابه را ابن سعد به 12 طبقه تقسیم کرده است، چون صحابه گرچه دیکی از رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدن و از او حدیث شنیدن یکسان استن در صحبت، ولی از لحاظ قدامت، از لحاظ سابقیت، از لحاظ انفاق، از لحاظ جهاد و مرتبه یکسان نیستن. از دهی صورت طبقه به معنی مرتبه میه، طبقات الناس یعنی مراتب الناس. و معنای چهارمی طبقه به معنای حال میه، مثل که الله تعالی میفرمایه لترکبن طبقا عن طبق، شما حتما حالات را یکی پی دیگری طی میکنین. مثلا یک وقت انسان به شکل جنین میباشه در رحم مادرش، بعد از او طفل و بعد از او شیرخوارگی و بعد از او دیگه و دیگه و بالاخره به جوانی و باز به کهولت و باز شیخوت. این مراحل مختلف است که قرآن به اشاره میکنه لترکبن طبقا عن طبق. این مفهوم لغوی طبقه بود. باز اصطلاحش در کتاب تنمیه الان بیاین به این چیز میگه من اجودی تعریف طبقه، یعنی تعریف لغوی شی هست، من اجودی و اشمل ما وقفت علیه فی تعریف طبقتی لغتن. میگه در تعریف لغوی طبقه خوبترین و شاملترین و به اصطلاف مجامعترین تعریفی که صورت گرفته توسط استاذ محمود شاکر در مقدمه کتاب طبقات و فحول الشعراء که او را تحقیق کرده، در مقدمه تحقیقش آنو به مناسبت طبقات و فحول الشعراء معنای لغوی طبقه را او تفسیر کرده، گفته والذي لا شك فيه ان هذا اللفظ من كلام العرب قديما للدلاله على معان مختلفه. مثل پیشتر ما هم گفتم که طبقه در لغت معانی مختلف را ایفاده میکنه. ولما جاء عصر که چهار معنایش ما گفتم، یکی به معنای القوم المتشابهون، دوم به معنای الجیل و بعد الجیل، سوم به معنای مرتبه، چهارم به معنای حال یا حال که قبلا خدمتتان ایراه شد، این میگه که لدلالت علی معانی مختلفه. ولما جاء عصر التدوین، تدوین علوم که هر علم جدا برش کتاب تدوین و تالیف شد، میگه صار له مجاز آخر عند المؤلفین والکاتبین حتى انتهى الى زمان هذا بالمعنى المشهور معلوف، که فعلا میگه بعد از عصر تدوین باز بین این نام ای شهرت پیدا کرد و اونموها نام، نامی هم اولیست که بیشتر ما گفتم القوم المتشابهون، بیمین نام ای شهرت پیدا کرد، در حالی که معانی دیگه هم داره. باز میگه و مادت و طبقه تقول و اکثر معانیها، بیشتر اشاره شد که معانی مختلفه، میگه اکثر معانی می ماده طاب طا و با و قاف طبقه ای بر میگرده در زبان عرب الى تماثل شیئینی، که دو چیز با هم تشابه داشته باشن، مشابهت داشته باشن. اذا وضعت احدهما على الاخر، یکیش بالای دیگیش که گذاشته شوه، صاواه هر دو برابر شوه، و کان على حزب واحد، و هر دو در یک استقامت قرار بگیره و هر دو یک شکل شوه و یکسان شوه. و دو وقت باز گفته میشه تطابق الشیئان، مثلا دو قاب شما با هم یک جا کردین که بلا یکیش با دیگیش میتون برابر آمد، میگن تطابق الشیئان، که هر دو با هم مطابقت اذا تساویا و تماثلا، وقتی که دو چیز با هم چی شوند، مساوی و مماثل شوند. مثلا دو ظرف هست، دو قاب هست، مثلا دو یک چیز هست که یک شبای دیگه در پلوش دیگهش میگذاری، کلن این باو چی میکنه؟ همون مطابقت رو باز میگن که تطابق شیان. و سمو کل ما غطا شیان طبقا، اینه میتو باز آمدن عرب هر چیزی که چیزی دیگه را پت کنه و را طبق میگن. ما شما میگیم طبق کاسه، خواسته باشه که یک چیز مثلا چیزی هست و را گرد و غبار سرش نفته، چیزی میگه که یک طبق بالایش چیز کو بالایش بگذار. هر چیزی که یک چیز پت کنه و را میگن طبق، لانه لا یغطی حتی یکون مساویا، زیرا اینمی او را پت نمی کند مگر اینکه او با او مساوی باشه. ثم لا یغطیه، باز او را پت نمی کنه تا اینکه بالایش در بالای از او قرار بگیره. اونو به ما اساس میگه فسم و مراتب الناس، که مردم مراتب مختلف داره و منازل بعضیم فوق بعض، طبقات میگن، چون یکی بالای دیگه مثلا چی هست، مثلا اصحاب کرام نسبت به تابعین برتری داره، اونو صحابه یک طبقه شد، تابعین نسبت به تابع تابعین برتری داره، فوق از اونا هستن، اونو اینا دیگه طبقه شد. یا مثلا علما بر طبقه عوام برتری دارن، اینی میگه چی شد،
مراتب مردم و منازل مردم که یک بالای دیگر نباشند این به طبقات نامیده شد. ولما كانت كل مرتبة من المراتب لها حال ومذهب سموا الحال المميزة. میگه وقتی که هر مرتبه از این مراتب بعد از خود حال داره و اون حالت ممیزه را هم حالت یعنی تفکیک کننده او را هم طبقه نامیده شده. فقالوا مثلا گفتن که فلان من الدنيا على طبقات شتا ای الاحوال شتا، فلانی در ارتباط دنیا و از زندگیش و از دنیایش مثلا ای یعنی بر طبقات مختلفی هست، بر حالات مختلفی هست. مثلا میشه بگم یک حالت فقر است، حالت غنا است، حالت صحت است، حالت مثلا اوجی جوانی و دیگر. و هذا المعنى و این معنا که حالات مختلف میگه اشد وضوحا فی حدیث ای حدیث ابو سعید خدری بسیار واضح آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن الا ان بنی آدم، بنی آدم آفریده شدن علی طبقات شتا یعنی احوال شتا، در دنیا حالات مختلفی دارن بنی آدم. از لحاظ چی؟ از لحاظ ایمان و کفر که فمنهم من یولد مومنا، بعضی از بنی آدم مومن تولد میشن و یحیی مومنا و مومن زندگی میکنه و یموت مومنا و به ایمان میمیرن. این ای شکی نیست که خیر و طبقات بهترین طبقات و حالات بنی آدم اینه می هست. و بعض از اینا یولد و کافر، کافر پیدا میشه، کافر زندگی میکنه و کافر میمیره، این بدترین همو حالات ها هست. و بعض از اینا من یولد و مومنا، مومن به دنیا میایا و یحیی مومنا، اما اون مقلم این چیز سبقت کدگی است که شقی نوشته شده باشه، یه موت و کافر را کافر میمیره، این حالت خراب هست. و من هم و بعض از اینا یولد و کافر را و یحیی کافر را و یه موت و مومن را که این حالت خوب. میگه و هازا بیانون، اون در این حدیث بیان مذاهب مردم، حالات مردم در زندگیشان است، نه مراتب و منازلشان. و قد وجدت هذا اللفظ فی خبر آخر تعین علیه اللغه، میگه نمی لفظ در یک خبر و یا در یک روایت دیگه ایم آمده که لغت هم با او سازگاری داره. قاضی ابو ابن ابی یعلا با سندش از عباس بن محمد دوری روایت میکنه و عباس بن محمد دوری میگه انتها علم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله سته نفر، علم اصحاب پیامبر با شش نفر منتهی میشه، با شش نفر از اصحاب، یعنی علم تمام اصحاب میایا و میایا میایا با شش صحابه منتهی میشه. این شش صحابه منبع علوم اصحاب هستند، یکی عمر بن خطاب سیب، دیگه علی بن ابی طالب سیب، عبدالله بن مسعود سیب، عبید بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، اینا را گفته میشه طبقات فقها، یعنی فقهای اصحاب. و بعد از او اصحاب راوی هم داره، میگه و اما طبقات الروات، یعنی میشه پیش از روات طبقات بمانید، طبقات الروات از اصحاب اونا هم اتفاقی شش نفر هستند، ابو هريره و انس و جابر و ابن عبدالله، عبدالله بن عمر، ابو سعید و عائشه سیب. و بعد از او ازمی اصحاب یک تعدادشان اصحاب الاخبار و القصص هست که بیشتر به اخبار و قصص می پرداختن، یکی عبدالله بن سلام و کعب الاخبار و وهب بن نبی و البته این طاووس تابعی هست، محمد بن اسحاق بن یسار و محمد بن عمر، اینا هستن، اینا طبقات اصحاب الاخبار گفته میشه. و اما طبقات التفسیر از اهل تفسیر، یعنی کسایی که در تفسیر شهرت داشتن و خدمت بیشتر کردن، عبدالله بن عباس و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و ضحاك بن مزاحم سدی. و یک تعداد از اونا را طبقات خزان العلم گفته میشه که عمش و مالک بن انس و عبدالرحمن بن ابوزهی و سفیان ثوری و مسعر بن کدام و شعبه. طبقات حفاظ شونا هم شش نفر هستن، احمد بن حنبل و یحیی بن معین و علی بن مدینی و زرعه و محمد اسماعیل و خالد بن حجاج. میگه فبین جدا، از این گپ عباس دوری بسیار خوب واضح و شکار است که هر یکی از این شش نفر طبقه نامید، طبقه نامید، هر یکی از این شش نفر او به عنوان طبقه معرفی کرد. طبقه یعنی چهره سرشناس یا چهره برتر به اصطلاح. و باز هر کدام این شش داره باز طبقات نامید که یا طبقات فقها یا روات یا تفل و غیره و غیره. و بینا انه یعنی به تسمیت کل واحد من این طبقه، هر یک از این شش نفره که طبقه گفته به کدام عنوان، انه رأس متمیز، ها پیش گفته بود یک جا گفته بود که حالت ممیزه و سمو الحال الممیز نفسها طبقه، این حالت ممیزه هست که هر کدام از اینا که در امو
در یک فقه مثلا چهره برتر بود، او را خودش اول طبقه نامیده شد، یا در فقه است یا در روایت در تفسیر است. خب بعد در اصطلاح میگم ما تعریف طبقه فی اصطلاح المحدثین فهو قوم تقاربوا فی السن والاسناد او فی الاسناد فقط. این طبقه چه معنا؟ ما اونو معنای لغویش گفتیم که یک از چهار معنا و در اصطلاح و یا القوم المتشابهون الجماعه المتشابهه در اصطلاح قوم تقاربوا. تقاربو میگه متوجه باشیم، نمیگه که یعنی همگیش در یک سن باشن، چون بسیار مشکل است که راوی ها مثلا در یک سال همگی پیدا شده باشن، در یک سال همگی وفات کرده باشن، این مشکل است. و همچنان بعضی از اینا مثلا وقتتر شروع میکنه به طلب علم، بعضی از اینا دیرتر شروع میکنه، و میخاطر تقارب اینجا کفایت میکنه نه تحدید. قوم کسایی هستن که در سن تقریبا با هم شباهت دارن، مثلا 30 و 40 شباهت دارن، 50 و 60، 60 و 70، اینا شب نزدیک با هم هستن. و در اسناد، در اسناد هم با هم نزدیک یک دیگه هستن. یویی که در سن اگر نزدیک با هم نزدیک نباشن، در اسناد نزدیک باشه، این میشه در اسناد. یعنی به این معنی که در سن تفاوت زیاده هست، مثلا یکش بین دو راوی 30-40 سال تفاوت است، ولی در سند باز با هم نزدیک هستن. و چطور میشه که در سن دور باشه و در سند نزدیک؟ میگه ای تو میشه بیان یکون شیوخ و هزه هم شیوخ الاخر، که شیوخی ای راوی اونمونا و شیوخی راوی دیگه هم است، پس هر دو راوی از یک طبقه شد. از این لحاظ که در اسناد اینه در شیخ، شیخاشن یکیست. یا اگر عین شیخ هم نباشه، یقارب و شیوخ هم نزدیک نزدیک باشه. خب بعد از اون باز این تا به اینجا تعریف شد. اینجا باز یک گپ دیگر هم میگم که این توش نمیتونه یک راوی از چند طبقه باشه، و قد یهو به اعتبارات مختلف، و قد یکون راوی تعریف نیست. خواهی به اصطلاح یک توضیح چیز هست، میگه گاهی راوی در یک طبقه میشه به یک اصل به اعتبار مشابهت الها من وجهین، که من وجهین با اون طبقه مشابهت داره، و من طبقه اخرى و امو راوی از یک طبقه دیگه میشه لمشابهت الها من وجهین آخر، چون از وجه دیگه با اون مشابهت داره. مثالش انس بن مالک سید و شبهه یا شبهی، که کسایی که منا مشابه انس بن مالک سید بستن از جمله اصاغر صحابه، این صحابه خودسال، صحابه خردسال عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبیر هم مع العشرة في طبقة الصحابة. اگر تنها موضوع صحبت ببینی که صاحب رسول الله با رسول الله صلی الله علیه و آله صحبت شده باشه، از این لحاظ انس بن مالک و عبدالله بن عباس با عشره مباشره در یک طبقه قرار داره، و با و على هذا الصحابة كلهم طبقة، به اساس همه صحابه را میشه که یک طبقه شمار کرد به اعتبار اشتراکیم فی صحبه، چون اونا در صحبت با هم چی هستن؟ شریک هستن. و به اعتبار ناخر، اما اگر اعتبار دیگی را مدار قرار بده که عبارت استیس ان نظر در فضل، با مو فضیلت از اینا نگاه کنی و سابقه از اینا در اسلام نگاه کنی، باز هم عدت و طبقات صحابه یک طبقه نمیشه بلکه چندین طبقه میشه، بلکه داد و بیشتر از ده طبقه میشه، كما ذكر الحافظ ابن سعد في طبقاته والحاكم في معرفة علوم الحديث. ابن سعد در كتاب الطبقات وحاكم در معرفة علوم الحديث هم طبقات مختلفة صحابة را إشارة كده. بعد از اون موضوع نشأتش است، ميگا تقسم درجات تراجم الرواة على الطبقات، تقسيم تراجم الرواة على الطبقات تقسيم إسلامي أصيل والأصل فيه. یعنی علم طبقات نشأت است، چی وقت نشأت کرد و باز تطورش در روی چطور انکشاف آمد، و اساسی این تقسیم که صحابه را بیا مثلا تقسیم که به طبقات مختلف، یا راویه را بیاریم به طبقات مختلف تقسیم کنیم که این طبقات صحابه و اینا تابعین تعمیق کدام اساس داره. میگه تقسیم تراجم راوی ها بر طبقات مختلف یک تقسیم کاملا اسلامی است، یک تقسیم است که اصیل یعنی اصالت داره. اون اصالت که داره اصلش کجاست؟ اصل یزی ما رواه عمران بن حسین رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم قال خیر امتی قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. این میگه سه طبقه را پیامبر صلی الله علیه و سلم به سه طبقه اشاره کردن، گفت این و اینا را بهترین امت قرار دادن.
عمران مثلا میگه که فلا ادری اذکر بعد قرنهی، بعد از قرن خودشان که قرنی دو قرن ذکر کردن مثل که اینجا هست، یا سه قرن ذکر کردن، اونو با اساس اگر سه قرن باشه خیر القرون باز چهار قرن میشه، یکی قرن خود پیامبر و صحابه، دوم تابعین، سوم تابعین، چهارم اتباع تابعین. و قد نشأ هذا العلم، باز نشأتش میگه که علم پیدا به وجود آمد و تطور نه تنها به وجود بلکه انکشاف کرد، علی ایدی علماء الحدیث، توسط علماء حدیث از قرن ثانی هجری، از قرن دوم هجری. ولم يقتصر فيه على تقسيم الرواة على الطبقات بحسب اللقاء من الشيوخ، ولم يقتصر فيه على تقسيم الرواة على الطبقات بحسب اللقاء من الشيوخ سواء كان عاما بمعنى الجيل والقرن كما فعل كل من انه لأساس التقسيم كنمي راويها وكي بتقسيم شده من الطبقات أساس من التقسيم شو بوده هنا أساس التقسيم ده اینجا میگه که بعضی ها راويها را چهار تقسيم کردن چهار طبقه قرار دادن و بعضی ها مثلا تقسیم دقیق تر کردن. این اساس تقسیم فرق میکنه. میگه وقت نشأ علم نه تنها پیدا شد بلکه تطور و انکشاف کرد توسط علماء حدیث از قرن دو، ولم یقتصر فيه على تقسیم و در تقسیم راوی بر طبقات تنها به لقا با شیوخ به اکتفا نشده. باز لقا با شیوخ برابر از عام باشه بمعنى الجیل یا قرن یا طبقه به مفهوم عامش بگیریم، مفهوم عامش هم جیل و قرن است. و این تقسیم کی کرده؟ تقسیم اینه به اعتبار قرن یا به اعتبار دوره میگیم یا به اعتبار جیل میگیم. این تقسیم بحشلی واسطی در تاریخ واسط کرده، ابن حبان در سقاط و مشاهیر علمای امصار دو کتاب، سه کتاب شد، حاکم در تاریخ نیسابور، این سه عالم در چهار کتاب، بحشل در تاریخ، ابو حاتم در دو کتاب، ابو حاتم بن حبان در دو، حاکم ابو عبدالحاکم در تاریخ نیسابور تقسیم راویا را بر طبقه به اساس چی کرده؟ به اساس جیل و قرن کرده که مفهوم مو چی هست؟ مفهومی مو عامی طبقات است که به معنای لقا با شیوخ. اونا چی تو اونا تقسیم راویا را به اساس جیل یا قرن کردن؟ میگه حیث جعل هاولای روات علی اربع طبقات، اینا آمدن به راوی ها نگاه کردن از لحاظ لقا با شیوخ اینا را به چهار طبقه تقسیم کردن. کسایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم مباشرتا مستقیما روایت کرده بودن، دیده بودن، اونا را به نام صحابه یک طبقه، و کسایی که صحابه را دیده جیل اونا را به نام تابعین مر یک طبقه، تابعین یک طبقه قرار دادن، چون همه تابعین در روایت از صحابه یا صحبت با صحابه شریک هستند که لقا شیوخ گفته شد. نه این تمام تابعین در ملاقاتی تابعی کیست؟ همون کسی که صحابه را دیده و از او روایت کرده و اونو صحابه شیخش است، در لقا با شیوخ تابعین طبقه دوم میشن، اتباع تابعین که تابعین دیدن طبقه سوم میشن، تبع اولاد با طبقه چهارم میشن. اونینی علما در چهار کتاب تقسیم راویا را به اساس چی کردن؟ به اساس مفهوم عام طبقات که لقا با شیوخ است، یا به عبارت دیگر به معنای جیل و به معنای قرن است. او کان یا این تقسیم به صورت دقیق‌تر بوده، دقیق‌تر یعنی تنها لقای شیوخ نبوده، چیزای دیگری هم در نظر گرفتن که مثلا فضیلت است و سابقیت است و غیره و غیره. به صورت دقیق‌تر این تقسیم کی کرده؟ محمد بن سعد واقدی در طبقات، محمد بن سعد در طبقات کبرایش کرده، خلیفه ابن خیاط هم در طبقاتش کرده، حاکم ابو عبدالله الحاکم در معرفت الحدیث کرده. حيث قسم هؤلاء الروات الى عده طبق، اینا آمدن راویا را چهار طبقه نکردن، به چندین طبقه تقسیم کردن، و اساس تقسیمشون چی بوده؟ به حسب لقاء من شیوخ، لكن به صورت اینا ما اساس لقاء است، لكن به صورت ادقش. مثلا ادق چی معنا؟ من لقي من كبار الصحابه من التابعين يعد طبقه اولى، از تابعین کسایی که با کبار صحابه با خلفای راشدین ملاقات کرده بود اینا را گفتن طبقه اولای تابعین. و من لقي دونهم، از تابعین کسایی که پایین تر از کبار صحابه را دیدند و ملاقات کردند اینا را طبقه دوم تابعین. این میتونه ملقی صغاره هم، از تابعین کسایی که صغار صحابه را دیده ملاقات کرده، ابن عباس و عبدالله بن زبیر، اینا را طبقه ثالث، یعنی تابعین به سه طبقه تقسیم کردند. اما پیش اونا تنها لقای شیوخ هم در اعتبار قرار داده بود، اونا تابعین یک طبقه قرار دادند. و اینا دقیق‌تر که صحابه کدام، کبار صحابه را دیده، اوساط صحابه را دیده، صغار صحابه را دیده، به او اساس ببینید تابعین به سه طبقه تقسیم میشه. میگه و هاکذا لم یقتصر المحدثون، محدثین
مثلا حاکم و خلیفه ابن خیاط و ابن سعد اینا امیگه اکتفا نکردن به تقسیم راویه به حسب شیوخ، بل تطور استعماله، بل تطور استعماله، بلکه میگه یعنی استعمال یا کاربرد طبقه نزد علمای حدیث ای تطور و پیشرفت کرد به معانی دیگیرم در نظر گرفتن. این تنها ملاقات با شیوخ مطرح نیست، معانی دیگر مثلا فضیلت است، سابقه فی الاصحاب، از سبقه در اسلام است، مثل که در صحابه مثلا علی بدر فرق داره با دیگران، یا حال و منزله است که ما تقدم از ذکر ذلك فی کلام عباس الدوری، یعنی تقسیم طبقات به اساس حال و منزلت می باشه. و کل هذه طبقات تقسیمات، اینمی تقسیمات که یا به مفهوم عام لقا با شیوخ باشه، یا به اعتبار مثلا فضل باشه، به اعتبار سابقه باشه، به اعتبار حال و منزلت باشه، اینمی تمه گمی تقسیمات میگه مفهوم طبقه شامل میشه در زبان عرب، کما سبق الاشاره الى ذلك فی التعریف. وقد استمر التعليف على الطبقات بتسع يتسع، وبازم التعليف بالطبقات مجيد نتنها دوام بيداكات بل يتسع ويتطور اي وسعت بيداكات تطور وانكشاف بيداكات طابا نهايين قرن نوي هجري هم اي دوام بيداكات كما امتد اين متو از لحاظي مثل كي از لحاظي تاريخي مثلا امتداد بيداكات، از لحاظي امو کیفی یا نظام طبقاتی هم ای امتداد پیدا کرد. مثلا از لحاظ طبقاتی چی تو؟ از لحاظ کیفی مثلا ای مخصوص راوی های حدیث نشد، بلکه رفت به قرا، رفت علما آمدن از محدثین متاثر شدن، مثلا قرا را کسایی که در قرائت، فن قرائت مثلا این مهارت دارن، اونا را به طبقات مختلف، نحوی ها را، این میتو شعرها را میگه که طبقات القراء لخلیفه ابن خیاط و طبقات الفقهاء لابی اسحاق الشیرازی و طبقات الصوفیه لابی عبد الرحمن السلمی و طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام، طبقات النحویین لابی بکر، این من آمدن از محدثین متاثر شدن و زیر نام طبقات و طبقات نام تالیفات کردن. بعد از او قسمت آخری فایده ایش که ما علم طبقات با علم آشنایی داشته باشیم، یا می فنی که محدثین ایجاد کردن خود حتما بفایده نیست، فایدهش چیز حافظ عراقی میگه و من المهمات، از مسائل مهم در حدیث شناخت طبقات راوی هست، و مهم چرا است؟ فانه قد يتفق اسمان في اللفظ، دو نام در لفظ با هم متفق هستن، فيظنون يا کسی که بلد نباشم میگه که ان احدهم الاخر، اینمی آدم اونمو آدم است، ولی کسی که بفهمه میگه نی آدم و آدم نیست، از این طبقه است، نی از این طبقه است، از صحابه است، از تابعین است، فیتمیز و ذالک که به معرفت طبقته ما، میگه با شناختن طبقه هر دو، میانی هر دو چی میشه؟ تفکیک و تمیز به وجود میاد، اگر در صورتی که هر دو از دو طبقه باشن، فا این کان من طبقه واحده، اگر هر دو نام دو نفر در یک نام شریک هستن، هر دو از یک طبقه است، اینو چطور ما تفکیک میکنیم؟ مگر فارو به مشکل الامر، اینجا واقعا کار سخت میشه. و ربما عرف ذلك بمن فوقه و دون من الرو، بعد از او باز میایم از شیوه دیگه کار میگیریم، وسیله دیگه که فوقی از کی است، فوقی از کی است، اونو فربما باز مهم به این خاطر است که گاهی می دو نفری که در یک نام شریک است، یکش نه میگه فربما کان احد المتفقین فی الاسم لا یروی عن من روان الاخر، اون می دو نفر یکیش مثلا از او کسی که ایش روایت میکنه از او روایت نمیکنه، اون از لحاظ از لحاظ شیوخش ما چی میکنیم؟ تفکیک میکنیم. فا این اشترکا فی الراوی الاعلا، اگر هر دو در راوی اعلا شریک باشن، مثلا هر دو از یک نفر روایت میکنن، و فی من روا عنهما فالاشکال، باز در اونجور اشکال چی میباشه؟ هر دو از یک طبقه است، مثلا تابعین هستن و شیخشان هم یکیست، با چی تو فرق کنی؟ میگه وی و اینما یمیز ذلك اهل الحفظ والمعرفه، باز اونجا به حفظ و معرفت ضرورت است که اونا میتونن تفکیک بکنن، و یعرف کون الراویین ان رواتی، و چی تو فهمیده شوه که این دو راوی یا نی راوی از یک طبقه هستن، و مو تعریف اصطلاحی که بود بمو میایه، میگه این دو راوی یا مجموع راوی که از یک طبقه باشن، اینا را از کجا فهمیده میشه؟ بی تقارب هم فی السن، که اینا در سن نزدیک هستن، مثلا 30 و 40 و 50 و 60، گاهی در شیوخ نزدیک می باشن، الاخیزی نه عنهم شیوخی که از اونا گرفتن، مثلا چی تو این مای بکون شیوخ هازه هم شیوخ هازه، شیوخ اینمی اون شیوخ دیگه هم است، پس روز یک طبقه شد، یا ای که عین شیوخ نباشد، تقارب باشد، تقارب شیوخ هازه من شیوخ هازه فی الاخص،
خب اگر نفهمیم چی میشه موضوع طبقات، میگه و به سبب الجهل به معرفت طبقات، میگه به سبب نفهمیدن معرفت شناخت طبقات راوی ها، غلط غیر واحد من المصنفین، یک تعداد مصنفین مرتکب اشتباه شدن، فربما ظن راوی راوی آخر غیره، یک راوی را راوی دیگه گمان کردن، و ربما ادخل راوی فی غیر طبقته، یک راوی مثلا طبقه تابعین بود و را آوردن در تبع تابعین به شکل. و حافظ سخاوی هم گفته که وفائدته، فایده شناخت طبقات چیست؟ الامن من تداخل المشتبهین، که امن به اصطلاح یعنی تداخل از تداخل راویایی که با هم شباهت داشته باشن، از او به اصطلاح چی صورت میگیره؟ از او در امان میباشیم، از تداخل راویایی که در نامهایشان با هم شباهت دارن در امان میباشیم. مثلا شباهت چی تو میه؟ کل متفقین فی اسم، مثلا چندین راوی در نام با هم متفق هستن، در کنیت با هم متفق هستن و امثال از این. اونو اگر ما طبقه های از اینا را بفهمیم، باز ما میتونیم اینا را تفکیک کنیم که نه خیلی از اون طبقه هست از این طبقه هست. و این یک فایده شد الامن. فایده دیگه چی شد؟ و امکان الاطلاع على تبین التدریسی والوقوف على حقیقت المراد من العنعنه لمعرفه الحديث المرسل والمنقطع. این توسط یزی امو تدلیسی که بعضی راوی ها به او متهم میشه و این صیغه عنعنی که در سند آمده، آیا ای مراد از این عنعنه چی هست؟ آیا ای حدیث مرسل است یا ای حدیث منقطع است؟ یعنی ای شناخت طبقه به ایچی میکنه؟ ای به اصطلاح فایده میرسانه. و دیگه فایدهش چی شد؟ به تمیز هو عن الحدیث الاخر. و بین دو فایده شد، یکی الامن من تداخل، دوم امکان الاطلاع. بعد از او باز یک سوال پیدا میشه که میان طبقات و یک علم دیگه از بنام تاریخ چی فرق است؟ هر دو یکی است یا جدا جدا؟ میگه میان علم طبقات و تاریخ، علم تاریخ عموم و خصوص وجهی است. وجهی یک وجه اجتماع داره، دو وجه افتراق. هر دو جمع میشن در چی چیز؟ فی التعریف بالرواه، در هر دوش معرفی راوی هاست، هم در تاریخ و هم در طبقات. اما تاریخ باز و ینفرد التاریخ، تاریخ از طبقات جدا میشه بالحوادثی، بالحوادث که بو به حوادث میپردازه، این ای سوالی تو شد، این آدمی تو. طبقات جدا میشه به چی؟ بما اذا کان فی البدرین مثلا من تاخر دفات، مثلا بدری ها صحابه ای که در بدر اشتراک داشتن یک طبقه است، از لحاظ این که در یک غزوه تاریخی سهم گرفتن و در موردشان فضیلتشان آمده، این می طبقات بدرین یک طبقه است. اعظمی بدری ها مثلا 300 و چند نفری که در بدر بودن، یکی از اینا کسی بوده که عمر طولانی خورده و مثلا از دیگرها بسیار دیر وفات کرده. این اینجا تاریخ میایه او را به اساس امو سال وفاتش آخر یک جا مثلا بعد از بدری ها ذکر میکنه، در مثلا صحابایی که در امو سال وفات کرده. ولی طبقه بیاز علم طبقات که بیایی علم طبقات اونمو ولو که وفاتش متاخرم باشه، اونمو را میاره در طبقات بدریین حساب میکنه و او را به تاریخ وفاتش میار قرار نمیده. لذا میگه و طبقات ای انفرد طبقات، طبقات از تاریخ جدا میشه به چی؟ بما اذا کان فی البدریین، مثلا به طور مثال در اصحاب که در بدر شرکت کرده بودن کسی باشه تا آخرت وفات او عمل میشده، وفاتش بعد از کسی صورت گرفته که او در او بدر شرکت نکده، اونو لستلزامه تقدیم المتأخر الوفاتی، لستلزامه تقدیم، یعنی علم طبقات مستلزم ازی میشه که یعنی کسی که در وفاتش پسانم شده و بعد او را پیش برده شده، اما علم تاریخ او را پیش نمیبره بلکه او را به اساس امو سال وفاتش به اصطلاح ذکر میکنه. این ای فایده شناخت طبقات شد که توسط عراقی سر و سخاوی بیان شد. و به این ترتیب این ای درس ما هم امروز اینجا به پایان رسید و خدا کند که شما از استفاده کرده بتانین. و اگر کدام سوال یا جایی اگر نفهمیدین، میشه که در گروپ واتساپ تون با ما شریک بسازین، باز من میشه توضیحات بتون. و صلی الله و سلم علی خیر خلقی نبینا محمد.